سلام به همگی خوش آمدین به یک ویدیو در این ویدیو یوتیوب میخوام در مورد یک جوایز خیلی بزرگ در صرافی کوین صحبت کنم 250,000 هزار دلار بیت کوین همه شانس و فرصت ای را دارن که در ای 250,000 هزار دلار جوایز اشتراک کنه اگر برنده بشه پول کم نیسته و خوبیش اینجا هسته که فرق نداره که تو در ایران زندگی میکنی افغانستان زندگی میکنی اروپا زندگی میکنی در هر گوشه و کنار دنیا که زندگی میکنی تو میتوانی در این جوایز اشتراک کنی هیچ محدودیتی برای اشتراک کردن در این جوایز وجود نداره بعدش در همین شروع ویدیو میتوانم برتان بگم که کوکوین صرافی دلخواه خودم داخل مارکت هستم به چندین دلیل اول فیزش مقایسه با مقایسه با رقیبانش پایین تر هستن مثلا فیزش پایین تر از بایننس خیلی پایین تر از کوین بیس و خیلی پایین تر از کریپتو دات کام یک دوم همینجا داخل یک صرافی ما تقریبا 95 درصد در سای دیجیتال میتونم خرید کنم که نه در بایننس نه در کوین بیس نه در کریپتو دات کام در کوین بیس که اصلا نیست در کریپتو دات هم زیاد نیست حالا اوکی okay, بایننس نسبت به کوین بیس تو کریپتو دات کام ارزهای بیشتر رو داره بعدش اینجا فیز خیلی پایین تر است برای ارزهای ریسکی برای مثال یک ارز تو میخوای بخری در کوین بیس نیست در بایننس نیست در کریپتو دات کام نیست ولی در یونی سواپ هست اگر تو بخوای بری ارز در یونی سواپ خرید کنی باید فیز خیلی بالا پرداخت کنی احتمال اینکه ارز در کوکوین باشه خیلی زیاده بعدش ارزهایی که ما داریم داخل کوکوین تقریبا تمامشان ما اینجا میتونیم استیک کنیم و سود خیلی بالا بگیریم برای مثال توی یک ارز داری داخل کوین بیس همجوری الکی نگه میداره داخل اینو میدونیم کریپتو دات کام ولی اگه او ارز داخل کوکوین داشته باشی او را میتونی استیک کنی و ارز بیشتر بگیری همجوری ارز الکی داخل صرافی نگه نداره که در رابطه هم میخوایم به زودی برای شما صحبت کنم و شما از کوکوین میتونید به شکل غیر متمرکز استفاده کنید یعنی اصلا نیاز نیست شما در کوکوین احراز خوبیت کنید کوکوین نیاز نداره بدانه که شما کی هستین و کجا زندگی میکنین پس هر کسی از هر گوشه و کنار دنیا میتونه از کوکوین استفاده کنه اوکی در همین شروع ویدیو ویدیو رو کم طولانی کردم خواستم اینا رو بگیم که ازش باخبر باشین چرا من از کوکوین استفاده میکنم اگر شما داخل بازار کریپتو هستین چرا چرا باید شما هم از کوکوین استفاده کنید چون واقعا من الان اکثریت خریدای ما داخل کوکوین میزنم شما میتونین استاپ بگذارین لیمیت اوردر لیمیت بگذارین خیلی کارا میتونین با کوکوین انجام بدین یعنی حتی کارایی را که شما در بایننس میتونین انجام بدین بیشتر شب بیشتر از بایننس اینجا شما میتونه انجام بدین و همه میتونه استفاده کنه اگر شما بخواید برین از بایننس استفاده کنین باید همه احراز هویت کنین که یکی دی نمیتونه اینجا احراز هویت کنه ولی از کوکوین میتونین به شکل غیر متمرکز استفاده کنین تتر استبل کوین از دیگه صرافی ها اینجا بفرستین بعدش از امو تترتان برای خرید ارزهای های دیجیتال تان استفاده کنید برای مثال ما خودم شخصا از کوکوین به شکل غیر متمرکز استفاده میکنم یعنی با اینکه ما مس، مس زندگی میکنم و میتونم در کوکوین احراز هویت کنم ولی احراز هویت نکردم تتر از کوین بیس از بایننس از کریپتو دات اینجا واریز میکنم میفرستم بعدش از همو برای خرید ارزهای دیجیتالم استفاده میکنم و بعض که من روزانه خرید و فروش میکنم در کوتاه مدت اینجا دارم و اونا رو استیک هم کردم اوکی قبل شروع ویدیو یک لطف کنین یک لطف کنین که همه تان برین پایین روی دکمه لایک کلیک کنین جدید هستین در کانال کانالم لطفا سابسکرایب کنین و زنگوله کنارشوی آل قرار بدین تا ویدیوهای جدید یوتیوب را از دست ندین فرما در شما گوشی آیفون دارین اندروید دارین آی او اس دارین هر گوشی دارین برین جایی که شما دیگه اپلیکیشن ها رو دانلود میکنین جستجو کنین کو کوین وقتی کوین جستجو کردین اینی اپلیکیشن اپلیکیشن است که شما باید دانلود کنین ویدیو احتمالاً یک ویدیو طولانی خواهد شد چون مصف تا صد کوکوین میخوایم برای شما آموزش بدیم وقتی اپلیکیشن رو دانلود کردین روی اپلیکیشن کلیک کنین بعدش در این بالای صفحه میبینین در گوشه ای بالا سمت چپ صفحه یک علامت عکس است شاید مثلا الان من اگر روی لاگین کلیک کنم شما در شروع در همین صفحه بیاین اگر نیامدین اگر نیامدین فقط کافیه وقتی وارد اپلیکیشن شدین دو گوشی بالا سمت چپ روی عکس آدمه کلیک کنین بعد اینجا می نشته لاگین روی لاگین کلیک کنین بعدش میایم در ای صفحه وقتی آمدم در ای صفحه در ای پایین می بینید نشته ساین اپ روی ساین اپ کلیک میکنیم بعدش ما میایم در ای صفحه ما اینجا از طریق ایمیل ما میتونیم برای ما یک حساب بسازیم از طریق با شماره تلفن ما میتونیم یک حساب برای ما بسازیم و با ایمیل ما میتونیم برای ما یک حساب بسازیم دو طریق با شماره تلفن اونایی که سمت آسیا هستن امکان دارن نه امکان داره شما نتوانین با شماره تلفن تان یک حساب بسازین امکان داره من حد میذارم مطمئن نیستم ولی با ایمیل همه میتونه همه فرق نداره در آسیا هستین در آمریکا در اروپا هر جای دنیا که هستین بعدش من برای شما پیشنهاد میدم اگر فرق نداره کجا زندگی میکنین اگر شما یک ایمیلی درست دارین یک ایمیلی که شما بازخت ازش استفاده میکنین با ایمیلیتان پیش برین بهتر تر هسته بعدا اگر خواستین شما با همون ایمیلیتان هم میتونین اراز خوبیت کنین مثلا یک سال از کوکوین استفاده کردین بعدش میخواین اراز خوبیت کنین با همون ایمیلتان میتونین پیش برین شما وقتی اینجا روی ایمیل کلیک کردین روی ایمیل اینجا بای ایمیل ایمیل, ایمیل, ایمیل تان بنویسین بعدش درخواست کد بدین درخواست کد بدین اینجا درخواست کد بدین در ایمیل شما یک کد میه همون کد رو ما اینجا وارد میکنیم بریم صفحه بعد اینجا اول ایمیل رو بنویسین اوکی من روی سند کد کلیک کردم در ای صفحه اومدیم ما باید یه ای بکشانم اینجا برابر بعدش ما در ای صفحه بچه بچه‌ها در ای صفحه میاییم اینجا ما برای ما یک پسورد انتخاب میکنیم دو بالا یک پسورد می نویسیم یک پسورد انتخاب میکنیم بعد اون پسورد باز دوباره در ای پایین هم می نویسیم بعدش بعدش شما در صورت میتونید در ای جوایز صرافی کوکوین اشتراک کنید در صورت می توانید در جوایز صرافی کوکوین اشتراک کنین که از طریق رفرال لینک ما آماده باشین و بعدش از طریق رفرال لینک ما چون ایر از طریق افیلیت پیش برای صرافی کو کوین یعنی کلا همین مراحل جوایزش از طریق افیلیت هسته شما از طریق لینک ما یا از طریق لینک دوستتان منت از طریق لینک یک کسی باید برین جا ثبت نام کنین حالا اگر کسی را ندارین همی از طریق لینک ما از طریق رفرال کد ما میتونیم پیش برین بعدش از طریق رفرال کد ما که شما اینجا بیاین ثبت نام کنین گفتم فیزی صرافی کو که خیلی پایین است بازم شما 40 درصد تخفیف میگیرین در تمام ترید هایتان یعنی مثلا شما اگر از طریق فقط اگر از طریق رفرال لینک ما ثبت نام ثبت نام کنین در صرافی کوکوین هزار دلار میخواین برین اگر از ترید کنین خرید کنین و حالا شما اینجا قرار را نمیدونم 20 دلار فیز پرداخت کنید اگر شما از طریق رفرال لینک ما بین ثبت نام کنین شما 20 درصد کمتر پرداخت میکنین اگر مثلا 20 دلار فیز 1000 دلار معاملات شما شد شما اینجا تازه 20 درصد دیگه هم کمتر فیز پرداخت میکنین خب اینجا دو نوع وجود داره لینک و کد هستم من کد من اینجا برای شما می نویسم کد ما برای شما می نیشم. شما امی کد ما یاد داشت کنین بعدش از طریق کد می تانین باز دمی صفحه که آمادین. اینجا در قسمت می بینین نشته رفرال کد اینجا اول دیدن همیشه روی می کلیک کنین اینجا صفحه برای شما باز می شه این کود را بنویسین R C E K C P 9 هستن C P 9 اینی کد هستن می توانین این کود را یاد داشت کنین براتون کد رو برتان یاد داشتین وقتی کد رو یاد داشت کردین در موقع در اینجا که این کد رو بنیسین یک پاسورد برتان انتخاب کنین روی ساین اپ کلیک کنین میریم صفحه بعد اوکی اون مراحل انجام دادیم الان ما اومدیم در این صفحه اینجا از ما فیس آی میخوام خب من قبلا یک حساب بریم در کوکوین ساختم دوست ندارم فیس آ... فیس آی دی رو باز دوباره اینجا فال کنیم یک برای مشکل پیش نمیاد یعنی اگه اکانت دارم در کوکوین من میزنم میبی لیتر اگر شما میخواین فیس آیدی تان برای, برای بار اول در کوکن کیف پول ساختین فیس آیدی تان فعال کنین بعدا هر بار شما خواستین لاگین بشین نیاز نیست که پسورد ایمیل بنویسین اگر لاگوت شده بودین از طریق فیس آیدی شما ایمیل و پسورد شما اتومات اونجا نوشته میشن من میزنم میبی لیتر اوکی اینجا ما خب به دو طریق ما میتونیم اینجا ارز دیجیتال خرید کنیم اولیش اینه که اگر ما احراز هویت کرده باشیم احراز هویت کرده باشیم که ما نکردیم ما میتوانیم مستقیم با حساب بانکی ما اینجا هر دیجیتال خرید کنیم با ویزا کارت یا ماستر کارت اگر ما احراز هویت نکرده باشیم طوری که من خودم ازش استفاده میکنم ما میتونیم تتر استیبل کوین از دیگه صرافی ها اینجا واریس کنیم از دیگه صرافی ها اینجا بفرستیم حالا اگر شما خواستین میتونین روی بای کریپتو بزنین مثلا من اینجا مثلا 100 دلار انتخاب میکنم 100 دلار بای باید میبینی اینجا میبینیشته ایدنت, ایدنت ایدنتیتی وریفیکیشن باید مرای لحظات و رو ما باید انجام بدیم سویدن نامم نام فامیلیم همون چی میگه دیگه کد کشوری میگه چی میگه اونا رو باید وارد کنیم خب ما از ما از طریق پیش نرفتیم ما میخوایم به شکل غیر متمرکز از کوکوین استفاده کنیم و اه. ما میخوایم تتر اینجا بفرستیم بعدش از او برای خرید ما استفاده کنیم اوکی تا این مرحله رو ما انجام دادیم الان ما یک مقدار در مورد این جوایز برای شما معلومات میدم این جوایز ما روش کلیک میکنیم جوایزش چطوریه پنجاه هزار دلار پنجاه هزار دلار جوایز برای بیت کوین هسته و این برای کسانی هسته که از اولی اولی جولای اولی اولی می اولی می کمی ماه هسته الان من نمیدونم ویدیو تو چی وقت میبینی از این بعدش اگه شما اینجا کیفی پول بسازین در این جوایز میتونه اشتراک کنید شرایط قوانین چیه که شما اینجا کیفی پول بسازین متمرکز یا غیر متمرکز بعدش 100 دلار تتر 100 دلار اینجا واریس کنین یا بعدش با 100 دلار یک ارز رو خرید کنین صاف و ساده و قرار یک نفر 100 هزار دلار بیت کوین بگیره بی یک دو آره دیگه یک نفر و جوایز دو میشه هزار نفر 100 دلاری بیت کوین بگیره بی و آخریش هم هزار دلار وید لاکی درا اوکی اینجا برای سه نفر فکر کنم تقسیم بندی میشه یک صد هزاریه هزار تا صد دلاری و سه تا برای سه نفر فکر کنم پنجا یا پنجا هزار دلار فکر کنم برای سه نفر تیکت داده میشه و بعدش او تیکتش برای یک نفر بالاخره همچین چیزهایی هستن حالا اوش رو خود چه ما بیاین بخوانین دوی اشتراک کنین مونتا غیر از او ما میخوایم صرافی کوکاین بیشتر برای شما آموزش بدیم دی پایین میبینیش دی اسید دی پایین صفحه اینجا مثلا مین اکاونت مین اکاونت یعنی ارزهایی که ما از یک جای دیگه بفرستیم اینجا در مین اکاونت ما میایه برای اینکه ما او ارز را بتوانیم با یک ارز دیگه ترید کنیم باید ما او را از مین اکاونت انتقال بدیم به تریدینگ اکاونت تریدینگ اکاونت ارزهایی که ما اینجا مثلا ترید کردیم برای ما نشان میده بعد شما برای مثال تتر از یک جایی فرستادن اینجا حالا بزودی برای شما آموزش میدیم چطوری آدرس آدرس یک ارز یا یک ارز رو میتونیم بگیرین از جای دیگه اینجا بفرستین یا از اینجا جای دیگه بفرستین اینجا میبینین نشته دپازیت در بالا دپاسیت علامت علامت نیزه به سمت پایینه دپاسیت روی دپاسیت کلیک میکنیم ما میخواییم یک ارز از جای دیگه اینجا بفرستیم برای مثال من میخواییم استبل کوین اینجا بفرستم USDT USDT تتر این دلار آمریکا هستم دلار آمریکا دیجیتالش داخل صرافی من رو یک کلیک میکنم بعدش اینجا شما میبینید ما چندین تا گزینه داریم شبکه اولش ایتریوم یارسی بیست 20 دومش تورنت یارسی بیست 20 خود کوکوین الگوران ای ایس و خیلی شبکات دیگه اگر شما بخواین تتر از صرافی کریپتو دات کام یا صرافی کوین بیس اینجا بفرستین باید اول شبکه شبکه ایتریوم انتخاب کنید اینجا میبینید نتورک سمت راست علامت نیزمانند کلیک کنید نتورک چون تتری که در صرافی کوین بیس و کریپتو دات کام فعلا حالا شاید توی ویدیو چند ماه بعد دیگه ببینید چون ویدیو ویدیو آموزشی واقعا تغییر کرده باشه مون در حال حاضر تتری که در صرافی کو کوین در صرافی کوین بیس کریپتو دات وجود داره مال شبکه ایتریوم هست شما دیگه شبکار نمیتونین انتخاب کنین ولی امید است امید تتر در صرافی بایننس هم هستن مونتا از بایننس شما زیر شبکه تورون هم میتونین بفرستین تی ار سی بیست چون اونجا فیزش خیلی پایینه یعنی از طریق تورون شبکه تورون اگه بفرستین فیزش پایینه شبکه تریون فیزش بالا هستن همینطوری بعدا یک ارز دیجیتال دیگر هم شما میخواین از جای دیگه اینجا بفرستین برای مثال برای مثال اگه من بسنم ETH ای ایتریوم رو ایتریوم کلیک کنم بعد اینجا شما میبینید بازم پرده مثال من زیر چندین تا شبکه میتونم در صورتی که شبکه اصلی ایتیریوم خود همو ERC20 است ولی من امکانی وجود داره که از دیگه صرافی ها مثلا زیر شبکه خود کوکون یا تورون تر هم بفرستم اگر امکانش وجود داشته باشه اگر نداشته باشه من برای مثال ایتریوم میخوایم از طرفی کوین بیس بفرستم در طرفی کوین بیس از من نمیخوای کدام شبکه ای انتخاب کنم ولی اینجا میخوای پس اینجا ما با شبکه اصلی رو بگیرم میدارم که متوجه شده باشین چی یک جایی میخواین بفرستین یک جایی نمیخواین یک جایی میخواین بفرستین یا واریس کنین در یک جای از شما شبکه میخواید یک جایی نمیخواید او جایی که شبکه میخواید با شبکه اصلی رو انتخاب کنین فرق نداره چی میخواین بفرستین چه میخواین دریافت کنه ایطوری شما میتونین آدرستون رو بگیرین و از یک جای دیگه ارز دیجیتال اینجا بفرستین پیشنهاد خوبی که من برای شما دارم من خودم شخصا از صرافی کوین بیس پول میفرستم اینجا چون صرافی بایننس برای من اجازه نمیده که ارز دیجیتال بخرم با حساب بانکیم از اونجا پول میفرستم اینجا بعد از اینجا او برای خرید اگر دیجیتال استفاده چه کار انجام بدم ما اونجا داخل صرافی کوین بیس یک ارز به نام XLM می خرم XLM اه. XLM بذار ما برای شما اول ما ارز به نام XLM میخرم خرم XLM کستا اه. یعنی شبکهش هیچ فیزی نداره شما مثلا ارز XLM بخرین به یک صرافی دیگر بفرستین خود اکسلم شبکهش هیچ فیزیا شما نمیگیره کاملا رایگان من مثلا اکسلم در صرافی کوین بیس میخرم بعد اکسلم داخل صرافی کوکوین میفرستم من روی دپاسیت کلیک میکنم این بالا جستجو میکنم اکسلم استلر جستجو میکنم بعدش اونجا مثلا آدرس شبکه میخوای که نی آدرس شبکهش هسته و میمو هم میخوای این میمویش این دو تا من نیاز دارم اونجا بعدش شما مثلا تتر از یک جای دیگه اینجا فرستادین از یک جای دیگه اینجا فرستادین بعدش میخواین او را ترید کنین فرض مثال وقتی شما تتر از رکس عرفی دیگه اینجا میفرستین میخواین برین یا ترید کنین میبینین که وی استیبل کنی شما یا یو تی شما اینجا نیست حالا یک ارزی دیجیتال دیگه هم فرستادین اینجا میبینین نمیتونه اینو ترید کنین باید شما او را از مین اکاونت تبدیل بدین به یا انتقال بدین به تریدینگ اکاونت ری ترانسفر کلیک میکنین برای مثال من یو تی اینجا دارم اونجا میبینیشته مین اکاونت بعدش پایینیش بالایش سبز پایینیش آبی رنگ تریدینگ uh, اکاونت شما میتونید مقدارش اینجا انتخاب کنید یا مثلا اینجا آل اینجا نشته آل روی آل کلیک کنید تمامش از شما میتونید انتخاب کنید uh, از اونجا اینجا بفرستین بعدش uh, شما میخواین ارز دیجیتال از اینجا جای دیگه بفرستین اینجا میبینید نشته ویترو ویدرو ری ویدرو کلیک میکنین بعدش اینجا شما دو چیز باید فعال کنین اول تریدینگ پاسورد برتان انتخاب کنین یک تریدینگ انتر وریفیکیشن کود ایمیل اوکی من روی سند کلیک میکنم بعد در ایمیل ما یک کد می در ایمیل ما یک کود می او کود ما ای... باید اینجا وارد کنم فکر... اوکی آه، گادت. اینجا مثلا یک, یک،, یک پسورد ما برای ما انتخاب میکنیم ام مثلا یک اعداد شش رقمی بینیسین در بالا و پایین خب یک پسورد تریدینگ برای ما فعال کردیم بعد اس او گوگل وریفیکیشن ما روی کلیک میکنیم در ای صفحه آمده بزار ما مثلا میتونیم از چند طریق یک کود بگیریم هر موقعی که ما یک فعالیت میخوایم اینجا انجام بدیم یعنی میخوایم ارز دیجیتال بیرون بفرستیم هم می‌خوایم کدام ترید انجام بدیم ما برای مثال می‌خوایم گوگل اوتنتیکیتور گوگل اوتنتیکیشن فعال کنم ری کلیک میکنم بعد، بعدش دوباره از ما مثلا دوباره یک کد حالا ما برای شما راهنمایی میکنم اوکی ما آمدیم در ای صفحه بعدش در ای صفحه آمدیم شما اگر قبلا گوگل آوتنتیکیتور رو دانلود نکرده بودین استفاده نکرده بودین در این پایین میبینیش در یه having installed authenticator دانلود روی دانلود کلیک کنین شما این در این صفحه اینی اپلیکیشن رو دانلود کنین اینی اپلیکیشن رو شما دانلود کنین بعدش ما already continue بعدش اینی آدرس شما میبینین اینی آدرس اینجا میبینین کپی copy کی ایره شما باید کسی دیگه ای نباید در واقع حالا من یک ای حساب همجوری فیکی برای شما سختم این واقعی نیست که من ازش استفاده کنم یعنی ای آدرس شما کاپی میکنین میرین این اپلیکیشن باز میکنین بعد شما میرین در این صفحه حالا من اونجا در بالا برای دیگه صرفه استفاده کردم که برای شما پوت کردم در این پایین اگه علامت مثبت میبینین اگه علامت مثبت هستن روی علامت مثبت شما کلیک میکنین بعد اینجا میبینیشته انتر تاپ کی اولی نه دومی روی ای کلیک میکنین بعدش میاییم در ای صفحه اینجا شما امو, را امو کود را میزنین اوکی اینجا نام انتخاب میکنین من اسم کو کوین کو کوین او کود را اینجا وارد میکنین بعد اد عد میزنین اد که زدین در ای پایین الان میبینین کو کوین برای من اضافه شد مثلا ما کد را چی کردم اونجا ساختم الان نکس میزنم بعد الان از ما یک کد قد میخواد کدی که میخواد آخرین کدی که در همی کو برای ما اومده همی کد رو ما باید اینجا وارد کنم که و و چهار هفتصد و 264 771 70. بوم الان میبینی هر دو تایشی برای من فعال شد تریدینگ پاسورد و اس اس گوگل اوتنتیکیشن کانتی نمیدونم کامپلیت چون به خاطر حفظ امنیت که مثلا یک وقتی کیف پول ما اگر حق بشه کسی به خاطر امنیت هست من اگر اگر وقتی کسی یک جورایی مثلا در ایمیل ما دسترسی پیدا کنه موقع بخوای ارز دیجیتال از داخل از کیف پول جای دیگه بفرسته باید کد برش بیاره اینجوری یک مقدار امنیت کیف پول میبره بالا شما میخواین اگر ارز ایتال از اینجا جای دیگه بفرستین من تتر برای مثال میخوایم شما ماور فعال کردیم روی ویترو وسطی دو بالای صفحه که یک علامت نیزه به سمت بالا داره روی کلیک میکنیم اینجا ما یک ارز جستجو میکنیم میخوایم جای دیگه بفرستیم مثلا یو اس دی تی همین تتر ما میخوایم یک جای دیگه بفرستم بعدش ما میایم در ای صفحه وقتی در این صفحه آمادیم شما باید اسمش چیه؟ اینجا میبینید نشته اینجا میبینید نشته مین اکاونت شما برای مثال تتر فروختن تتر مثلا اگر دشتال تانا تبدیل به تتر کردین به زودی او آموزش میدم تبدیل به تتر کردین بعد او خب معمولا در تریدینگ اکاونت شما هسته اینجا هسته اگر اینجا نبود باید شما اگر اینجا بود باید شما او رو تبدیل بدین به مین اکاونت برای اینکه وقتی میخواین از اینجا ارز دیجیتال جای دیگه بفرستین یا بالاخره وقتی شما میخواین ارز دیجیتال تتر هر چیزی از اینجا بیرون بفرستین باید او داخل مین اکاونت شما باشه اگر در تریدینگ اکاونت بود خب کافی فقط ری ترانسفر کلیک میکنین ری مثلا تتر تان انتخاب میکنین مین account به تریدینگ account یا ایر کلیک میکنین تریدینگ account به مین account اینجا علامت رو میبینین میتونین جا به جا کنین باید تتر شما داخل مین account باشه اک... main مین باشه روی withdraw اه... میزنیم تتر انتخاب میکنیم اینجا اه... ما میتونیم بعدا رو تغییرم بدیم آدرس مثلا آدرس از یک ج... ما مثلا میخوایم تتر داخل صرافی نمیتونم کوین بیس بفرستیم آدرس اینجا پیس میکنیم بعد اینجا ما شبکش رو میتونیم انتخاب کنیم میبینید نتورک گفتم چون اگر شما بخواین ایتریوم از کو کوین به صرافی کوین بیس بفرستین اینجا از شما میخواد که شبکه انتخاب کنید اما در کوین بیس نمیخوای تتر شبکه اصلیش ایتریومه پس من اینجا باید شبکه ایتریوم انتخاب کنم اینجا مقدارش انتخاب میکنیم مثلا من میخوایم 50 تتر بفرستم بعد اینجا انتخابی ما یک چیزی هم میتونیم بنویسیم بعد کانفرم هم میزنیم کدی برای ما میخواد کدی از ما میخواد ببین چقدر فیز شبکه ایتیریوم بالای ما 50 دلار میخوایم بفرستم دهی پایین پایین میبینی سه فی 25 یو اس دی تی این به خاطر شبکه ایتیریوم به خاطر صرافی کوکوین نیستم. او خاطر کوشش کنید که از استفاده شبکه ایتریوم دست بردارید چون فیزش خیلی بالا هست امیدوارم که فرستادن و وارث کردن ارز دیجیتال داخل صرافی یاد گرفته باشید بعدش ما میخوایم یک ارز دیجیتال ترید کنیم خرید کنیم خرید کنیم در این قسمت شما میبینین در همین جای کمی الان هستیم وقتی شما میخواین یک ارز دیجیتال تتر که دلار باش یک ارز دیجیتال دیگه خرید کنین یا نمیدونم بیت کوین دارین با بیت کوین هم شما میتونین یک ارز دیجیتال دیگه خرید کنین حالا هر ارز دیجیتالی هستم میخواین ترید کنین او باید داخل تریدینگ اکاونت شما باشه مین اکاونت داریم و تریدینگ اکاونت اگر داخل مین اکاونت بود فقط وی ترانسفر کلیک کنین ارز دیجیتال اینجا مثلا بنویسین ارزی دیجیتال انتخاب کنیم برای مثال کاردانا او رو از از مین اکاونت از مین اکاونت تبدیل بدین به تریدینگ اکاونت به تریدینگ اکانت تبدیل بدین جابجا کنین که بتونین ترید کنین بعد در این پایینی صفحه میبینین نوشته هست ترید در این پایینی صفحه من روی ترید کلیک میکنم او بالای صفحه میبینشته xlm usdt xlm usdt و سمت چپش سه تا خط هستن من روی سه تا خط کلیک میکنم سه تا خط هست بالا با کلمه با حروف کلان اسپات نوشته پایینش ا ا سته خطا ما اینجا اور دیجیتال باید مخففش جستجو کنیم برای مثال XLM XLM اینجا شما می‌بینید XLM ما میتونیم با 4 تا دارایی ترید کنیم ما XLM میتونیم با USDT ترید کنیم ما XLM میتونیم با بیت کوین ترید کنیم ما XLM میتونیم با خود همه ارز کوین ترید کنیم ما XLM میتونیم با ایتریوم ترید کنیم من میخوایم با USDT ترید کنم بعد من اونجا اکسلم و یستیتی رو انتخاب کردم این پایین اونجا نه؟ اونجا دکمه بای هسته سبز، پایینش لمت من روی لمت کلک میکنم پایینش لمت روی لمت کلیک میکنم لمت شما یک قیمت مشخص را خود شما برای خرید انتخاب میکنید برای مثال اکسلم فعلا قیمتش 13 سنت ها. شما اینجا مثلا اوردر لمت میگذارین لمت نمیدونم 0.11 سنت سفر اشاره یازده سن شما یعنی میگین هر وقتی که ارز اکسلم به قیمت 11 سنت رسید خرید من انجام داده بشن در غیر از اون من نمیخوایم به قیمت 13 سنت خرید کنم حالا این معلوم نیست که به قیمت میرسه یا نه شما خودت یک قیمت رو انتخاب میکنید به او قیمت رسید خریده میشه نرسید هیچی خریدن نمیشه بعدش اگر روی لیمیت کلیک کنین اینجا میبینید مارکت 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 شما مارکت به قیمت فعلی میخواین بخرین همین قیمت الان مارکتی که انتخاب کردین اینجا میبینین بعدش نشته 25 فیصد 50 فیصد 75 فیصد 100 فیصد مثلا USDT ره که شما دارین مثلا XLM خرید کنین USDT تیری که دارین XLM خرید کنین شما چند درصدی از او دولار تا نمیخواین خرید کنین 25 فیصد، 50 فیصد، 75 فیصد، 100 فیصد یا خودتان اینجا میتونید انتخاب کنین نمیدونم مثلا هزار دلار یو اس رو من میخوایم چی خرید کنم اکسلم خرید کنم بعدش اینجا میبینید نشته استاپ لیمیت استاپ لیمیت یعنی شما این معمولا ما برای, برای فروش برای فروش برای فروش رو باید روی سل کلیک کنیم برای فروش استفاده میکنیم یعنی من یک ارز دیجیتال دارم یک ارز دیجیتال دارم قیمتش فعلا یک دلاره من به یک دلار خریدم میگم اگر زیر 90 سنت رفت فروخته بشه خودش اتومات فروخته بشه من نمیخوایم که یعنی ارزش دیجیتال زیر 90 سنت برم شما اینجا خودتان میتونین استاپ لیمیت بگذارین استاپ لیمیت بگذارین مثلا قیمتش انتخاب میکنین مثلا 0.90 سنت اینجا هم بعد 100 درصد انتخاب میکنین چند درصد ارزهای در دیجیتال مثلا یا ارز دیجیتال دارین یا ارز دیجیتال دارین که میگین که اول قیمت شده و بالا به این قیمت رسید فروخته بشه و اینجا چند درصدی و ارز مثلا میخواین فروخته بشه 25 درصدش 50 درصدش 75 درصدش 100 درصدش اینطوری اینا رو دیگه خواهش ولی به عنوان یک سرمایه گذار از اینا بر... با... من پیشنهاد میدم استفاده نکنید. من خودم استفاده زیاد نمیکنم بعضی وقت موقع بعضی موقع آره ولی خیلی زیاد نه سرمایه گذار حالا یکی دو سنت بالا پایین برش زیاد مهم نیست بعضی وقت این کارا از ضرر هم تمام میشه شماره دیگه اینجا مثلا مثلا یک ارز دیجیتال من کاردانا ADA. ایدی ای هم شما میتونید با دارایی های مختلف خرید کنین من میرسم ایدی ای یو اس شما یک ارز رو میتونین اینجا جستجو کنین بعدش با یک ارز دیگه خرید کنین وقتی ارز جستجو کردین اینجا کلیک کنین بهتر این مارکتی که کلیک کنین شما میتونین به همون قیمت حال حاضر همه را بفروشین یا بخرین بای ما مثلا کاردانا را با یو اس دی بخریم اگر ما روی سل کلیک کنیم یعنی کاردانا را ما به USDT اس میفروشیم کاردانا را به دلار میفروشیم اگر بای کلیک کنیم ما کاردانا را با USDT اس میخریم یا اگر ما اینجا فرض مثال کلیک کنیم USDT مثلا دیگه اگر کلیک کنیم دیگه یعنی کل یعنی دارایی ها رو ما میتونیم با تی خرید کنیم اوکی امیدوارم که تا این قسمت یاد گرفته باشین حالا خودتانم بعدا کمی کار کنین بیشتر باش آشنا میشین بعد در این پایین صفحه هوم پیج هستن روی هوم پیج کلیک کنین ما میاییم در ای صفحه در این صفحه اینجا بینین یک سری های مختلف می میبینین نوشته مور اگر من روی مور کلیک کنم بعد ما مثلا های مختلف صرافی صرافی کوکو میتونیم استفاده کنیم اسپات مارجین ای تی تریدینگ بات است فیوچر ارزهای دیجیتالی که جدید لیست شده اینا رو شما میبینین ارزهای دیجیتالی که به تازگی لیست شده در چند روز گذشته تازگی ها بعد سفر اگر ما کمی بکشیم پایین سفر بکشیم پایین اینجا میبینی نشته ارن ارن نیو هم نشته ارن من اگر روی کلیک کنم بعد اینجا دیگه ما مثلا یک سری گزینه های مختلف داریم که ما میتونیم اینجا های ما رو مثلا اینجا های ما رو مثلا استیک کنیم یو اس رو ما مثلا 60 درصد میتونیم ای پی آر بگیریم یعنی تو مثلا یو اس دی دی رو استیک کنیم دلار هسته 1000 دلار مثلا تو استیک کنی در آخر سال 600 دلار بیشتر میگیری سالیانه حساب میشه آتوم uh, هفت اشاریه یعنی کاسموس هفت اشاریه 48 درصد ای پی آر داره یعنی مثلا شما یک کدوم از این ارزها رو داشته باشین یک کدوم از این ارزها اینجا داشته داشته باشین اینجا بیارین استیک کنین این قدر سود میگیرین برای مثال کاردانا 3.19 درصد ای پی آر داره من روی کاردانا کلیک میکنم اینجا بعدش ما نو نو داریم فلکسیبل هستن فلکسیبل همی اولیش برای مثال استیکینگ فلکسیبل یعنی فلکسیبل هر وقت خواسته باشی تو پس دوباره میتونی کاردانایی ریدیم کنی کاردانایی پس بگیری در واقع استیک کردن یک دوره مخصوص داره مثلا با مدت یک ماه با مدت شهست روزه با مدت یک ساله مثلا اگر تو ارزی تا با مدت شش ماه استیک کنی با مدت شش ماه قفل شده یعنی مدت 6 ماه اینگار ارز کاردانا مال تو نیسته خب ای تو یک سری داره برای مثال هفته بعد مارکت خوب میشه هفته بعد مارکت خوب میشه تو دوست داری ارز کاردانایت بفروشی ولی کاردانایت اینجا استیک قفل نمیتونی بفروشی کاردانایت مثلا یک دو هفته بعد دیگه باز میشه اون وقت مارکت پس خراب شده اوکی فایده ای که تو اینجا داره اینکه تو عرض کاردانای بیشتر گرفتی حالا هر مقدار داشتی سه نمیدانم اگر دوره مخصوص دوره های مخصوص داشته باشه اونا سودی بالا داره این فلکسیبل یعنی تو امروز استیک کنی فردا میتونی پس دوباره برداری داری به خاطر 3.19 درصد ای پی آر میده حالا به زودی چیزای خیلی بیشتر میخوایم در مورد صحبت کنم آره دیگه مثلا فلکسیبل و غیر فلکسیبل فلکسیبلش هر بخش شما خواسته باشین میتونین پس دوباره ریدیم کنین بگیرین حالا مثلا سه اشاری نوزده درصد سالیانه هست دوستان من مثلا فلکسیبلش سالیانه هستن ولی هر وقت شما خواسته باشین میتونین بگیرین ولی فلکسیبلش زیاد جالب نیست خب زیاد چیزی برای شما نمیدن مگر روی ارن باز دوباره کلیک کنم اینجا ما مثلا روی ایتریوم دو هم میتونیم استیک کنیم که حالا ما ازش میگذریم بعدش خدمت شما ارز کنم بذار الان به تازگی اکثر سری آپدیت اینا انجام داده کوکوین که قبلا لندینگ قرض دهی اینجا بچه ها ما میتونیم قرضم بدیم مثلا بارو مثلا ما قرض بگیریم برای مثال خیلی ریت پایین هم برای مثال تو میتونی 118 هزار دلار با مدت 7 روز قرض بگیری با سود 0.021 درصد یعنی از 118 هزار دلار تو 7 روز با 118 هزار دلار رو پس میده و صفر اشاریه صفر بیشتر یعنی درصد پول بیشتر میده اگر بخوایی قرض بده مثلا با مدت 7 روز اگر 9000 دلار 9700 دلار قرض بده یک اشاریه 46 درصد بر تو سودی بیشتر میده مثلا بعد از 7 روز 9769 دلار تو پس داده میشه و 1.46 درصد پولی بیشتر داده میشه هرچه پولی بیشتر قرض بده سودی بیشتر میگیره اوکی okay, اینجا آها اوکی okay. اینجا الان درست شد استیکی که ما انجام بدیم اینجا مثلا بذارم یه مثل کاردانا رو بزنم اینجا پروموشن نداره مثلا بعضی ارسا دارن پول کادوت پروموشن داره که هفت روز بعد دیگه شروع میشه تمام میشه بعد دوره جدید شروع میشه که 20 درصد سود سالیانه داره یعنی 20 درصد شما سود سالیانه میگیرید. ولی فعلا هفته تا شاید 48 درصد فلکسیبل داره خوب تقریبا از این چی که فقط همجوری ارسانه داخل صرافی ها نگه داره یعنی دیگه فکر کنم تموم آموزش صرافی کوکوین است برای شما دوستان دیگه امیدوارم که این ویدیو برای شما دوستان مفید بوده باشه بودن دریغ نکنین ویدیو لایک کنین کامنت بنویسین هر سوالی دارید و حتما کانالم سابسکرایب کنین تا ویدیو بعد خدا نگهدار